سعی کردیم با تمام حالا محدودیت هایی که حالا تو بحث امکانات زمین خصوصا داشتیم که تونستیم سعی کردیم بازیکن ها رو به شرایط مطلوب و دلخواهمون برسونیم. هرچند خیلی سخت بود ولی خب تونستیم یه اردوی خوب داشته باشیم تو ترکیه. دو تا بازی تدارکاتی اونجا انجام دادیم و متاسفانه بازی که قرار بود تو مشهد برگزار کنیم به خاطر نداشتن زمین کنسل شد و یه مقدار برنامه‌ریزی که کرده بودیم از قبل و دچار مشکل کرد، ولی در صورت بچه های ما توجیهن تو بحث های تاکتیکی و فکر نمی کنم والا مشکلی باشه. انشالله بتونیم فردای بازی خوبی رو انجام بدیم. خب محمد رضا بازیکن مهم و تاثیرگذاری تو تیم ما بود. از مدت ها قبل صحبت کرده بود که نیم فصل میخواد جدا بشه بره زباهن و خب انتخاب خودش بود، تصمیم خودش بود و به تصمیمش ما احترام گذاشتیم. در صورت سعی کردیم جایگزین پیدا کنیم براش، آقای برزایی گرفتیم تو اون پست و آقای میلاد فرانی هم به عنوان دروازه‌بان. خدا رو شکر وضعیت خودم خوبه. نیم فصل اول با سند بودم، تمام بدنسازیشون بودم خدا رو شکر. اینکه آماده هستم که تیم پریده کمک کنم، ان شاءالله بتونم قهرمانی خیلی خوب به دست بیارم. شد خدا شکر نیم فصل هم اردوی خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم، بازی های تدارکاتی خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم و اون چیزی که مد نظر کادر فنی بود تقریبا تاکتیک هایی که خودشون به ما گفتن و فکر کنم یه جورایی به دست آوردیم و امیدوارم که بازی خیلی خوبی فردا شاهد باشیم و فکر کنم همه بچه از لحاظ روحی روانی خیلی آماده بازی هن و قطعا یه بازی خیلی خوب تماشاگر پسند انشاءالله همراه با نتیجه برای ما رقم بخوره. لحاظ امتیازی که فکر می‌کنم خیلی بازی مهمی باشه و جلوی تیم پرسپولیس که معمولاً جلوی تماشاگرش هم تیم بهتری است باید بازی کنیم. در مورد اون نکته‌ای هم که فرمودین دقیقاً، خب تیم ما معمولاً همین بازی هم که بازی کرد، حتی بازی که نتیجه گرفت از من بازی خیلی خوبی رو انجام داد و شرط فنی خیلی خوبی داشتیم و این باعث این شد که ما نتایجمون نتایج خوبی باشه. امیدوارم که تو نیم فصل دومم تداوم داشته باشه نتایجمون رو بتونیم مردم مشهد و طرفدارامون رو خوشحال کنیم.